با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم در این 16 روز از 9 ماه در 14 سال 3 هزاره. عرضم بزرگ شما که یه مقدمه برز برسونم اینه که امروز محرومیم از حضور آقای دکتر انصاری به علت گرفتاری و مشکلاتی که براش پیش اومده، ناراحتی دندان پیدا کرده ظاهرن و پیشاپیش عذرخواهی کردن از شما علاقمندان، ولی سعی میکنیم که یکی از برنامه‌های قدیمیشون رو برای شما پخش کنیم، برای اینکه امری که ایشون باهاش کار میکنه یعنی بهداشت عمومی چیز نیستش که کهنه باشه، قدیمی باشه یا از این گونه. به هر حال همیشه میشه از این استفاده کرد. در آخر عمر گشتاس جاماس را پیش خوان، از غم اسفندیار گفت و بهمن را به جای خود نشان که پشتون هم مشاورش باشد. گشتاس کلید گنجهایش را به بهمن داد، او را نصیحت زیاد کرد و بعد از آن روزگارش به سر آمد. چو بهمن به تخت نیا برنشست، کمر بامیان بست و بکشاد دست. بهمن به کینکاهی اسفندیار به زابلستان لشکر کشید. زابل بدون جنگ همراه بزرگان سیستان نزد بهمن رفت، زمین را بوسید و بخشش خواست. بهمن دستور داد تا پای زار را به زنجیر ببندند. بعد دستور داد شتردارها آمدند و هرچه گنج و اموال و آنچه رستم گرد آورده بود بر شتران بار کرده، زابلستان را تاراج نموده و زال اسیر را با آن اموال همراه خود بردند. چون این خبر به فرامه است که در مرز کابلستان بود رسید، او سپاه را روانه جنگ بهمن کرد. 3 روز و 3 شب جنگ گروهی کردند. روز چهارم باد سختی بر روی لشکر فرامرز وزید و لشکریانش طاقت نیاورده پراکنده شدند. فرامرز یک تنه بر قلب سپاه بهمن زد و تنش زخم فراوان گرفت و از بس خون از او رفت بیهوش شد. اونا دست بسته نزد بهمن آوردند. بهمن با کینه به اون نگریست و دستور داد تا فرامرز را زنده به دار آویختند. پشتون وزیر بهمن که از آن کشتار در رنج بود به بهمن گفت کشتن بس است، از خدا بترس و از بندگان او شرم کن. چو بشنید شاه از پشتون سخن، پشیمان شد از درد و کینه کهن. فرازی بود از کتاب شاهنامه فردوسی، کار ارزشمند آقای سهراب چمنآرا، این دانشمند ما که بسیار بسیار زحمت کشیده و این کتاب رو در حقیقت به نسلی نو نوشته برای ما. و دعوت میکنم از شما عزیزان کتاب شاهنامه فردوسی، کتاب مقدس ایرانیان، در مقابل این خزعبلات من فهم میکنم که اینا کارهاییست که ما میتوانیم انجام بدهیم. و به حال داشتن این کتاب و ارائهش، هدیهش به دوستان، من فهم میکنم که کار ارزشمندیست. لطف کنید این کتاب رو تهیه کنید، از ما میتونید بگیرید، از شرکت کتاب هم میتونید این کتاب رو تهیه کنید، فرقی نمیکنه برای من. ما در این در نپه حشمت و جا آمده ایم، اصل توزیع این کتاب است. با من مشکل داری، کتاب رو برو از شرکت کتاب تهیه کن، از کتاب فروش محلتون بخواه که این کتاب رو از شرکت کتاب برات بگیره بده. قیمت کتاب 20 دلاره برای شمایی که داخل آمریکا هستی، 7 دلار پول پستشه، برای شمایی که در بیرون از آمریکا هستی 24 دلار قیمت پستشه. لطف کنید این کتاب رو تهیه کنید، هدیه کنید به دوستانتون. یکی در فیسبوک خیلی فضیحت گفت و چه کرد و چه نکرد و بعد سرانجام به این پرچم پشت سر ما گیر داد و کسانی که منو همراه بودن از اون ابتدای کار تا امروز
میدونید که من بنابر یک دلیلی بالاخره این پرچم رو آوردم و اینجا کاشتم و اون همون ماجرایی بودش که گفت در پراگ اتفاق افتاد و توهین کردن به پرچم ایران و این در حقیقت نماد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی یکی از نمادها اینه. این هیچ ربطی به این که ما نمیدونم رضا پهلوی میخواییم نمیدونم حسن تقیم اینا ربطی به هم نداره. این نمادیست برای ابراز مخالفت با نظام اهریمن. بدی وقتی دراکولا میومد یارو صلیب میگرفت میگفت صلیب بگی، این همون صلیب در مقابل دراکولا. اینم امیدوارم که برای اون دوستم که روی فیسبوک شداد و علاد نوشته بود پاسخی باشد. اما اوضاع احوال ماجرای اتمی ایران، همونطوری که بارها من این نکته رو بهش اشاره کردم، دو تا وجه دارن. یه وجهش این هستش که آمریکا میز مذاکره رو ترک کنه که من بعید میدونم آمریکا چنین کاری بکنه. ایران هم حاضر نیست که چنین کاری بکنه. دلش میخواد بزنه زیر میز ولی توانشو نداره. نمیتواند چنین کاری بکنه. حالا یه فرانسوی نشریه گفته بود که ایران و آمریکا نمیدونم اون پشت پنهان با هم در عراق یه کاری میکنن. مهم نیست که در پنهان چه میکنن، مهمی که در آشکار جرأت بروزشو ندارن، اگر که تازه درست باشد. امروز خبردار شدیم که عده‌ای از احزاب حزب دموکرات کردستان در درگیری با سپاه تو منطقه سردشت کشته شدن. از این بابت بسیار بسیار متاسف. شما با این نظامی سرکار دارید، اهریمنه، چجور میشه اینو تفهیم کرد که آقا شما با اهریمن نمیتونی معامله کنی؟ اهریمن فریب جز ذاتشه، دروغ جزشه. اینا رو ازش بگیری اهریمن دیگه نمیشه، یه چیز دیگه است. دکتر قاسملون شخصیت بزرگی بود. یادم دکتر متین دفتری وقتی صحبت میکرد راجع به شخصیت قاسملو یا حتی خان بابای تهرانی یا دکتر طهماسبی، کسانی که به هر سن و سالی دارند و دستی بر آتش دارند، گفتن وقتی میومد به صورت یه مقام رسمی دلیگیشن ازش پذیرایی میکردند، مقام مهم. ولی دیدی که چگونه اهریمن جانش رو گرفت و این رفتاری که این دوستان ما میکنن. امیدوارم آخرم شهلا در سوئد دلگیر نشه، ولی شما رفتاری که نگاه میکنی تعجب میکنی. یه حزبی و چنین سابقه ای، جایی که به اون حسوی فروه گفتن تو تاریخ اینا اصلا بلد نیستی، تاریخ سیاسی ایران رو نمیشناسی، تاریخ ادبیات شو بلد نیستی. چرا باید اینا کشته بشن امروز؟ اما برگردیم به ماجرای مقدمه و این بحث اتمی. اینا محکومن به اینکه این بازی رو ببرن جلو و همون حرفای روز اوله، ظرفیت غنی‌سازی شما اینقدر لازم ندارید، ما به شما کمک خواهیم کرد، شما سیف دی فیس، کیپ دی فیس، هر چی اسمش هست، برو اگه میخوای کیک زرد درست کنی من برات میگم اینجا قندی همینجا تو نیویورک دونه خوبشو درست کنه برات بفرستم. برو اینا رو بگو، ولی
نمیتوانی این کار ادامه بدی. ماجرای سیفگارد رو برات تعریف کردیم که مربوط است به پروتکل آژانس بین الملل و میگه اینا ما رو بازی میدن. خب الان شورای حکامه بایستی که نشستشونه جواب میاد بیرون دیگه، مهن ایران محکوم میشه. گفتیم که این در حقیقت بحرانا رو تبدیل میکنه به فرصت، میکنه این کارو، ولی نمیتونه از فرصت استفاده کنه. تا اونجا چو بلده، از اونجا بعد چو بلد نیست. جنسش، تفکرش، ساختارش، ساختار آخونده. او چیه؟ تصویری بهت میده. وقتی میگی کربلا، تو یک صحرای خشک برهوت نوادا، دد ولی، آریزونا، اونجا یادت میاد. میری کربلا این نوا، درخت آب گاج، همه چی هست، پرتقال، همه چی داره. دو تا رودخونه بزرگ دجله و فرات از اون تو رد میشن. دشته، کویر نیست، مثل دشت مرزن آباد. حالا دشت مرزن آباد در رئیس در میان کوها، اونجا فلت صاف. این اوچیه، این میتواند بحران رو تبدیل به فرصت بکنه، فرصت رو نمیتونه ازش استفاده کنه. در ماجرای افغانستان این داستان مشهود بود، در ماجرای اول عراق این داستان مشهود بود. گو اگر هواپیمای من اومد اینجا، گو هیچ ما کاری باش ندیدیم، بد پس دیدیم. در همین ماجرای داعش دیدی که بحران رو چجوری تبدیل کرد به فرصت، ولی نتونست فرصت استفاده کنه، انداختنش بیرون. تا اونجا رو بلده، اونجا رو بلده دیگه بلد نیست. گوش به این حرفا نده. بذار اینو گوش بدیم، ببینیم که این ماجرایی که الان این ولوله‌ای که راه افتاده بعد از عمل تخم آقای خامنه‌ای، ببینیم که ماجرا چیست. در ادامه اختلاف نظر میان اعضای دولت حسن روحانی و گروه انصار حزب الله در مورد گشت‌های موتوری نهی از منکر در ایران، سید رضا اکرمی رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری ایران چنین اقدام را ناپسندیده خوانده است. با گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای اکرمی در گفتگو با این خبرگزاری گفته این که عده بخواهند با موتورسواری در خیابان‌ها راه بیفتند و کار فرهنگی انجام دهند پسندیده نیست. اظهارات امروز این عضو دولت حسن روحانی واکنش است به اعلامیه گروه انصار حزب الله که گفته این گروه 4000 نفر را برای شرکت در گشت‌های ارشادی استخدام کرده و قرار است این گشت‌ها از هفته آینده با شرکت 3000 زن و 1000 مرد در خیابان‌های شهرهای ایران آغاز گردد. آقای علی جانی، شما از تحلیلگرای مسائل ایران هستین، میشه لطفا اشاره بکنین که وجه اصلی اختلاف میان دولت آقای روحانی و گروه انصار حزب الله یا اونایی که طرفدار آغاز گشت‌های موتوری در خیابان‌های تهران هستند، گشت‌های نهی از منکر، چی هست و این اختلاف چقدر میتونه عمیق باشه؟ این اختلاف هرچند لایه رویینش یک اختلاف فرهنگی است، یعنی ناشی از برحال دو تا دید یه مقدار با فاصله و متفاوت رو مسائل فرهنگی و اجتماعی است، اما لایه اصلی و زیرینش سیاسیه. لایه فرهنگیش این هست که برحال یه نگاه در ایران وجود داره و این نگاه هم نگاه جدیدی نیست که در رابطه با مسائل فرهنگی و دینی هم دوچار نوعی فرمالیسم هست، یعنی میخواد شکل‌های ظاهری اون احکامی که در فقه آمده یا آقایون در حوزه‌های علمیه در اون درس‌های کلاسیکشون بحث میکنن، اونها در حوزه‌های مختلف اجرا بشه با همون فرم‌هایی که معتقدن. و بخش دیگرش این هست که به همین فرمالیزمشون نوعی اجبارگرایی هم وجود داره، یعنی برخلاف بعضی از
علما و مراجع سنتی که شبیه همین آقایون فکر میکنن، اما معتقد نیستن که احکام دین رو باید به اجبار پیاده کرد. اینها هم فرمالیست هستن هم اجبارگراه. این بنمایه فکریش هست، یعنی نوعی فرمالیسم و اجبارگرایی همزمان. اما لایه سیاسی مسئله این هست که هر موقع در ایران دولت متفاوتی سر کار میاد، حالا یه دوره اصلاحات بود، حالا دوره به حال کسایی که خودشون اعتدالی مینامن، در رقابت‌های سیاسی اینها هم برای برخورد با دولت، یعنی برای اینکه به دولت بگن که شما همکاری نیستی و ما مقاومت میکنیم و مخالف و معارض شما هستیم، و هم به ویژه برای ناامید کردن یا برخورد با پایگاه رأی این نوع دولت ها، چه این پایگاه رأی طبق متوسط فرهنگی هست، وارد صحنه میشن. بحث حجاب و اجباریش بودن حجاب و شکل حجاب و سبک زندگی، به هر حال سبک زندگی متفاوت بیشتر متعلق به کسانی است که به نامزدهای یه مقدار متفاوت از رفتار و گفتار رسمی رأی میدن، و اینها پایگاه رأی معمولا نیروهای منتقد هستند که مخالف نیروهای افراطی حاکم بر ایران هستند، که رهبر جمهوری اسلامی هم مستقیم و غیر مستقیم از اونها حمایت میکنه و گاهی هدایت میکنه. بنابراین ما میبینیم در کشمکش سیاسی که الان در ایران در جریان هست، اینها برای برخورد با هم دولت هم با پایگاه رأی دولت هم وارد صحنه بشن، و این نشانی از نوع بیقانونی در ایران هم هست. نیروهایی که مقابل دولت هستند یا جریاناتی که به هر حال سرمنشأشون به راست افراطی و به نوعی به بیت رهبری برمیگرده، اینها قدرت‌های فراقانونی دارن در رفتارهای مختلفشون. حالا یه شکل رفتارشون این نوع حضور ناهنجار و ارعاب کننده اجتماعی، یه شکلشون حمله مثلا به کوی دانشگاه و زندانیان و حمله به دانشجویان و اینهاست، و شکل‌های مختلفی که ما یک طیف متفاوتی از این رفتارهای فوق قانونی رو میبینیم، چه در حوزه اقتصادی که رهبر جمهوری اسلامی میگوید کش ندهید، چه در حوزه سیاسی و چه در حوزه اجتماعی، که این هم یک نمود از اون رفتارهای فراقانونی متکی به قدرتمندان جمهوری اسلامی در حوزه اجتماعی. وزیر کشور ایران البته یکی از اعضای دولت آقای حسن روحانی است که در رابطه با احتمال فعالیت دوباره گشت‌های ارشاد اظهار مخالفت کرده، ولی در این حال کسی هست که چند ماه پیش نسبت به بازگشت گشت‌های ارشادی در شهرهای ایران برای مبارزه علیه شبکه‌های ابتذال اظهارات داشت، که از او اظهارات معلوم میشه که ایشان زیاد هم با این گشت‌های ارشادی مخالف نیستند، فقط ظاهرا تمایل به این دارند که این فعالیت‌ها، اقدام‌ها و یا گشت‌ها تحت نظر وزارت کشور انجام بگیره تا تحت نظر مثلا گروه انصار، حزب الله یا اصولگرایان. این گشت ارشاد و گشت امر معروف البته دو تا ماجرا هست، ولی به هر حال مشترکات زیادی داره. گشت ارشاد زیر نظر نیروی انتظامی است و وزارت کشور، و خب شکل یه مقدار سامان یافته و قانونی شده یه همین گشت های امر معروفی است که به صورت سرخود نیروهای انصار حزب الله و لباس شخصی ها از اول انقلاب به صورت از این نکارها میکردن. اون شکلی هم که سامان قانونی دادن هم اون هم به هر حال یک نوع مداخله در حوزه خصوصی زندگی انسان ها هست، و خود اون هم موجب اذیت و آزار به ویژه جوانان هم از دختر و پسر شده. آقای روحانی در مبارزات انتخاباتیش هم به هر حال جملات و موازی منفی در رابطه با اون گشت های حتی رسمی داشت، همونطور که حتی دولت قبل هم احمدی نژاد هم در تبلیغات انتخاباتیش همین موضع رو گرفته بود. اما این گشت های امر معروف، گشت های موتوری امر معروف، مثلا متعلق به یک سری نیروهای پنهانی است که در یک شبکه‌های نامرئی سازماندهی میشن و خارج از دولت هستن. این دو تا رو اگه تفکیک بکنیم، حتی اون گشت ارشاد هم همونطور که شما اشاره کردین به هر حال روش بحث هست و یه مدار مغایر وعده هاییست که آقای روحانی تو انتخابات به مردم داده بود و به جوان ها داده بود. وزارت کشور هم از وزارت خونه هاییست که به هر حال آقای روحانی به جناح در واقع آقای لاریجانی به عنوان یک امتیاز داده بود. وزیر کشور به هر حال به عنوان یک وزارت خانه مهم کاملا همسو با دولت نیست،
هرچند ما از خود دولت و مشاورین فرهنگی دولت هم صداهای متفاوتی میشنویم و این یه مقدار ریشش به این امر فرهنگی و اجتماعی برمیگرده که جریان راست افراطی در رابطه با مسئله حجاب در ایران نوعی فرهنگ سازی افراطی کرده و اون رو حتی مثلا در حد یک سری اصول اساسی دین در آورده، در حالی که همگان بیاد دارن در ماهای اول انقلاب حجاب اجباری نبود، تا 14 ماه اول خانم ها حتی در بعضی ادارات به همون شکل سابق به اداره می رفتن، اما به تدریج این حجاب اجباری شد و به صورت یک امری در اومد که گویی نماد و پرچم دینداری یا بیدینی جامعه است. بنابراین یک نوع خط سرخی در فضای فرهنگی ایران ساخته شده که برها در دولت هم ما میبینیم در برابر این خط سرخ عقب نشینی میشه از وعده های آقای روحانی و یا بعضی از افراد دولت هم به گونه خودشون همینطوری فکر میکنن. آقای رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران، از شما سپاسگزار هستم. اما به راستی پشت این پرده چیست؟ چه اتفاقی داره اونجا میفته و این بازی چه نوع بازی است؟ یه وحشتی در درون نظام وجود داره، همجور داره قول میزنه اون زیر و اون داستانی که گفت شقای ودی برای اون مثال زد، گفت یه کاسر میزنی رو اجاق و این حرارت که بهش میدی شروع میکنه اون زیر یه بابلای کوچیک بستن، بعد هرچی حرارت که این بری بالا این بابلا بزرگتر و بزرگتر میشه تا اینکه قل میزنه و سر میزنه. ما اکنون شاهدیم که اینا در حقیقت از اون زیر داره میجوشه و میاد بالا و تمام نگرانی داستان هم حول و حوش مسائل جانبیه. وقتی که میگفتش که خوزستان رو نمیخوام، سوریه رو میخوام، ولی امروز ما شاهدیم که جهانی بر علیه سوریه است. حالا چه در گذشته بوده، به حال فرانسوی ها سنتن و انگلیسی ها و فرانسوی سنتن صاحب اون منطقه، صاحب ملکن اونجا، حالا اجاره دادن هرچ کردن، به حال یه جوری خودشون صاحب اونجا میدونن. و وقتی که فرانسه پیش قدم است بر این داستان و امروز آمریکایی ها اعلام میکنن که ما در عراق اگر که در مقابله با داعش مسئله حملات هواییمون حل و فصل نشود، ما از نیروی زمینی استفاده خواهیم کرد و میبینی که مثلا میگه الان 30 کشور اومدن حاضرن که نیرو بدن و اینا دوباره بر میگردن و بازها بر میگردن به منطقه. و از یک طرف هم شما داستان روسیه رو داری، ماجرای اوکراین رو داری، ماجرای کریمه و اینها. آقای سجاد زن در سایت فراروی مطلبی رو نوشته تحت عنوان الکس گیلوویچ دوگین تئوریسیانی پشت سر پوتین. او می‌نویسد در 21 آذر ماه سال گذشته ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی سالانه خود به انتقاد از سیاست‌های فرهنگی غرب پرداخت. پوتین در آن سخنرانی به مبانی فکری غرب حمله کرد و گفت غربیان را به یک شکل یا خیر و شر برخورد می‌کنند و بین آنها تفاوتی نمی‌گذارد. رئیس جمهور روسیه همچنین گفت که به دفاع از ارزش‌های سنتی خانواده متحد است و این ارزش‌ها را اساس عظمت روسیه و سنگری در برابر به اصطلاح مداراگری می‌داند یا مداراگری می‌داند. او از آنچه که بازنگری‌های هنجارهای اخلاقی در بسیاری از کشورهای دیگر خان انتقاد کرد و گفت که نابودی ارزش‌های اخلاقی از بالا نه فقط نتایج منفی را برای جامعه در پی می‌آورد، بلکه ماهیتاً اقدامی غیر دموکراتیک است، زیرا بر مبنای مفاهیمی انتزاعی مبتنی است که با اراده اکثریت مردم مغایر است. پوتین در آن سخنرانی آشکارا سیاست‌های فرهنگی غرب را هدف قرار داد. او این سخنران را در زمانی ایراد کرد که دولتش مبارزه با گسترش همجنسگرایی را در پیش گرفته بود، مبارزه‌ای که با انتقاد برخی نهادها و دولت‌های غربی روبرو شده بود و حتی زمزمه‌های تحریم مسابقات المپیک سوچی نیز مطرح شده بود. پوتین با رویکرد تازه خود روسیه را وارد عرصه جدیدی از سیاست کرد. در دوره جدید پوتین تقابل با غرب را آشکارتر و رادیکالتر دنبال می‌کند.
سیاست جدید روسیه در اتفاقات یک سال گذشته در قبال مسئله سوریه، بحران اوکراین و حتی پرونده اصلی ایران نمودی آشکار دارد. پوتین و دولتش از هر تقابلی با غرب در دوره جدید استقبال میکنند. رویکردی که در تاریخ روسیه پس از فروپاشی شوروی بی سابقه بوده است. رویکردی که پوتین در پیش گرفته است تا همین چند سال پیش در داخل روسیه تندروانه تفسیر می شد، اما اکنون گفته می شود با استقبال اکثریت مردم این کشور همراه بوده. بهترین دوره جدید پوتین در دوره جدید در راستای افکار یکی از متفکران مشهور روس حرکت می کند و به نظر می رسد این مسیر را نیز ادامه می دهد. سیاست های پوتین مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر افکار الکسن دوگین، ایدئولوگ و تئوریسین سیاسی است. اما دوگین کیست؟ الکسن گلویچ دوگین فیلسوفی روسی است که با عنوان پدر نظریه نئویورو ایشیانیزم اروپای ایشیانیزم اروپا آسیای نو، نئویورو ایشیانیزم یا اروپا آسیای نو با جنبش اوراسیاگرایی، نظریه‌ای که بعد از فروپاشی شوروی در روسیه شکل گرفت شناخته می‌شد. او ژانویه 1962 در خانواده نظامی متولد شد. پدرش افسر عالی رتبه اطلاعات ارتش شوروی و مادرش پزشک بود. در سال 79 به انستیتوی هوانوردی مسکو وارد شد، اما موفق نشد تحصیلاتش را به انجام برساند. سابقه خانوادگی به کمکش آمد و به توصیه پدر در قسمت اسناد کاگبه به کار مشغول شد. در این مسند علایق اصلی خود را یافت. با مطالعه اسنادی که برای خیلی ها دسترس ناپذیر بود به تحقیقاتی درباره فاشیسم، اوراسیاگرایی و ادیان پرداخت. او پس از فروپاشی شوروی در ایجاد یک حزب و انتشار چند نشریه همکاری کرد و به فعالیت سیاسی خود ادامه داد. او در نشریات خود ستایشگر نیکولای چاوشسکو، سیاستمدار کمونیست و ملیگرای افراطی رومانی بود و با استالین همدلی داشت و هیئت حاکمه چین را می‌ستود. دوگین بر اساس تئوری اوراسیاگرایی خود در سال 2002 حزب اوراسیا را پایگذاری کرد و سپس آن را تبدیل به جنبش اوراسیا کرد. جنبش اوراسیا در برخی حلقه های نظامی روسیه و همچنین برخی رهبران مسلمان، مسیحی ارتدوکس، بودیست و یهودی روسیه حمایت می شود. برخی می گویند این جنبش مستقیما از سوی پوتین حمایت مالی می شود. دوگین معتقد است که روسیه به لحاظ فرهنگی به شرق تعلق دارد و باید در برابر غرب بایستد. دوگین می گوید باید در برابر جهان تک قطبی غربی آمریکایی ایستاد. او رهبر این تقابل را روسیه می داند و برای روسیه متحدانی را تعریف می کند. به همین دلیل آلترناتیوی به عنوان نئو یورو ایشیانیز را مطرح می کند. یورو ایشیا روسیه است و متحدانش ایران، ترکیه، چین، هند و برخی کشورهای اروپای شرقی مانند بلغارستان و صربستان است. روسیه مد نظر او روسیه بزرگ است. شاید او به دنبال زنده کردن روسیه تزاری است. توری های دوگین تا همین چند سال پیش دست نیافتنی و بسیار رادیکال توصیف می شود. اما در یک سال گذشته اتفاقاتی رخ داده است که در مسیر تفکر او قرار دارد. دوگین در تعریف اوراسیاگرایی می گوید اوراسیاگرایی یک فلسفه سیاسی است که دارای سه سطح خارجی، میانی و داخلی می باشد. در سطح خارجی جهان چند قطبی است. بدان معنی که چندین مرکز جهانی تصمیم‌گیری وجود دارد که یکی از آنها اوراسیا است. منظور از اوراسیا تنها روسیه نیست، بلکه روسیه به همراه کشورهای شوروی سابق می باشد. در سطح میانی همگرایی کشورهای شوروی سابق در ایجاد مدل فراملی یا دولت‌های مختلف است. در سطح سیاست داخلی به معنای ساختار سیاسی جامعه که عنوان ارزش در ارتباط با حقوق شهروندی، مدل لیبرال و ملیگرایی بررسی می شود. این سه سطح فلسفه اوراسیاگرایی است که بر مبنای آنها تنها یک شکل سیاست خارجی شکل می گیرد که متفاوت با جهانی شدن، جهان تک قطبی، ملیگرایی، امپریالیسم و لیبرالیسم است. پس اوراسیاگرایی به طور کلی مدل منحصر به فردی از سیاست خارجی است. دوگین
استاد فلسفه و علوم سیاسی دانشگاه دولتی مسکو است. او در طبقه چهارم دانشکده جامعه شناسی دانشگاه مسکو اتاقی دارد که روی درش نوشته شده است مرکز پژوهش‌های محافظه‌کارانه. جمله‌ای که روی کرده او را نشان می‌دهد. ولادیمیر پوتین در آذر ماه سال گذشته در سخنرانی سالانه خود به تمجید از این رویکرد پرداخت و گفت محافظه‌کاری مانع پیشرفت کشور نمی‌شود، اما از سیر قهقرایی و سقوط جامعه به ظلمات هرج و مرج و شرایط انسان اولیه جلوگیری میکنه. او که قبلا شخصیت چندان مطرحی نبود، حالا در چارچوب گرایش‌های جدید روسیه یک ایدئولوژ محسوب میشود. ریشه بلند خاکستری رنگی دارد که شخصیت‌های داستان‌های کلاسیک روسی را در ذهن زنده میکنه. او به روسیه عشق می‌ورزد و به دنبال اتحاد کشورهای اسلاف زبان است. هم تصویر این آدمه که ریش خاکستریش رو میبینی. نقش دوگین در بحران اوکراین. دوگین به دنبال ایجاد یک روسیه جدید است. این دقیقا همان عبارتی است که ولادیمیر پوتین چندی پیش رو در اوج بحران اوکراین در تمجید از جدایی طلبان به زبان آورد. هنگامی که موضوع بر سر الحاق شبه جزیره کریمه بود، پوتین از این عبارت استفاده کرد. پوتین این واژه را بار دیگر روز یکشنبه 9 شهریور به کار گرفت، آن همزمانی که میخواست درباره شرق اوکراین صحبت کند. به نظر میرسد منظور پوتین الحاق دونسک و لوهانسک، دو منطقه مورد مناقشه در شرق اوکراین، به روسیه است. حتی شاید چیزی فراتر از آن الحاق ترانسنیستریا در مولداوی به روسیه باشد. واژه روسیه جدید که پوتین تاکنون حداقل دو بار از آن استفاده کرده به افکار دوگین باز می‌گردد. دوگین سال‌هاست که معتقد است کریمه باید به روسیه بازگردانده شود. اتفاقی که اسفند ماه سال گذشته با مقاومت پوتین در برابر غرب واقعیت بدل شد. او می‌گوید شرق اوکراین نیز باید به روسیه ملحق شود. عده‌ای معتقدند که دوگین از حامیان فکری جدایی طلبان اوکراین است. عده‌ای هم می‌گویند درباره اتفاقات اخیر اوکراین به ولادیمیر پوتین مشورت داده است. او در پاسخ به این سوال که با جدایی طلبان در تماس است گفته است که آنها دوست او هستند، و در پاسخ به این سوال که آیا کرملین با او مشورت میکند و یا با پوتین ملاقات کرده، گفته این یه مسئله خصوصی است و به آن پاسخ نخواهد. گفته میشود در روی میز کار او در میان کتاب‌ها و فنجان‌های قهوه نیم خالی لوله از روبان راه سیاه و نارنجی رنگ که شورشیان شرق اوکراین برای نشان دادن وفاداریشان به روسیه آن را بر سر لوله های تفنگ خود می‌بندند دیده می شود. این اون روبان و تفنگ اونا. دوگل معتقد است که جنس جدایی طلبان در شرق اوکراین روح روسی را پیدا کرده. او این جنبش را بهار روسی نامیده است. از نگاه او ایگوار استرولوک رهبر شورشیان شرق اوکراین تجسم این بیداری است. دوگین تیر ماه سال جاری از ولادیمیر پوتین خواست که برای حفظ اقتدار معنوی روسیه در شرق اوکراین دخالت نظامی کند. او از سال 2008 و زمان جنگ روسیه و گرجستان خواستار الحاق کریمه به خاک روسیه بود. در آن زمان او به ناحیه مورد اختلاف استوبیای جنوبی سفر کرد و در کنار نیروهای نظامی و یک واحد موشک‌انداز عکس گرفت. جایگاه ایران در تئوری دوگین. تئوری اوراسیاگرایی دوگین جایگاه مهمی را به ایران اختصاص می‌دهد. او ایران را یکی از مهمترین متحدان روسیه در جنگ علیه جهان تک قطبی غربی آمریکایی می‌داند. او درباره نقش ایران در تئوری خود میگوید از نقطه نظر جهان چند قطبی در تئوری اوراسیاگرایی ایران نقش کلیدی دارد. ایران شامل همگرایی اوراسیاگرایی نمیشود و تنها کشورهای حوزه شوروی سابق در این گروه وارد میشود. ایران یک تمدن خاص، یک کشور قدرتمند و مستقل است که باید محترم شود. این اتحاد را باید حفظ کرد. ما نباید یک همگرایی مشترک با ایران را فرض کنیم. ایران در حوزه همگرایی اوراسیا گرایی نیست، بلکه ایران شریک روسیه در جهان چند قطبی است. منافع استراتژیک ما در آسیای مرکزی و طور کلی حوزه منطقه‌ای به طور کامل همپوشانی دارد.
به این ترتیب جایگاه ایران در مدل اوراسیاگرایی چند قطبی مرکزی است و در این مدل تهران نزدیکترین شریک مسکو است. البته شراکت با ترکیه، چین و هند نیز پیش بینی شده است. دوگین سال 91 به ایران سفر کرد و متفکران ایرانی از جمله مصطفی محقق داماد، غلامرضای اعوانی، غلام حسین ابراهیم دیانی و غیره دیدار و گفتگو کرد. او همچنین در نشست‌ها و سخنرانی‌های نیز حضور پیدا کرد. او معتقد است که روسیه قاطعانه با هر گونه حمله نظامی غرب به ایران مقابله می‌کند و در راستای همین سیاست روسیه از سوریه نیز حمایت خواهد کرد و تا پایان از منافع استراتژیک ایران حفاظت خواهد نمود. این مسئله بسیار مهم است، چرا که اقدام نظامی علیه ایران امنیت مرزهای روسیه را نیز تهدید می‌کند. حالا قصدم از بیان این مطلب اینه که برگردیم به خودمون و ببینیم که تو همون اوان 57 چه اتفاقی افتاد و چطور روسا پشت سر ایران اومدن. از همون تاریخ چطوری ایران توانست اونا رو تهدید کنه به این که ما میتوانیم کشورهای مسلم، اون موقع هنوز که اتحاد جماهیر شوروی بود و ایران پیغام داد که ما در مسائل مسلمانان شما دخالت نمی کنیم به شرط اینکه شما ما رو در مقابله با آمریکا حمایت کنید. کور از خدا چی میخواست؟ همینو میخواست. و این روند همچنان داستان ادامه داره. شوروی سقوط کرده، اون یکی ریخته، اون عوض شده، شکل جهان عوض شده، این رابطهش رو با روسیه همچنان بر اون مبنا نگه داشته. ولی گفتن اینا توان این که بحران رو به فرصت تبدیل کنن دارن، ولی از فرصت اونجا گیر میکنه، دیگه نمیتونه از فرصت استفاده بکنه. همین تمام شد کارش، وظیفش همینه. هیچ برنامه بلند مدت نداره، هیچ استراتژی تو این داستان نداره، موضوعش نیست اصلا، فهمش کمه از قضیه، جهانی نمیتونه فکر کنه. امروز آمریکا هشدار دادن که دارو دارن به روسیه میدن دیگه، که شما نمیتونی در مقابل هواپیماهای ما مقاومت کنی. خیال راحت راحت باشه، به روسا، به سوریه گفتن که شما نمیتوانید در مقابل هواپیماهای ما مقاومت کنید، در مقابل جنگنده‌های ما مقاومت کنید. و این در حقیقت داستانی است که الان وجود داره. ولی این حرفایی که اینا میزنن به نظر من حرفای قلابیه. یعنی این که من نمیدونم میریم و نمیکنیم و میشود و نمیشود و خوشبینم و بدبینم و اینا نیست. تکلیف روشنه، کاملا معلومه. اینا فقط هیاهو بیرونیه، برای اینکه تو درون خودش هم مشکل داره. همین ماجرای 4000 تا میخوام متصور بشن تو قوم، میگه نمیشه، وزیر کشور میگه نمیشه، میگه تو خودی میگی تو چیکاره ای که من میگی نمیشه، اینا همه از این داستان دنبال میکنه. بفهمید شما. منصورم از کالیفرنیا، خسته نباشید. مرسی آقای منصور، بفهمی. بله، شما پرسیدی که 57 چه اتفاقی تو مملکت ما افتاد. به خاطر، یعنی نظری که من دارم این هست که یه آخوند قالتاخ که هموطنانشو خیلی خوب بیشناخت، شاید بهتر از من و شما، یه مشملت قالتاخ مفتخور اومد اونجا، گفت ببین این مجانی، برق مجانی، اتوبوس مجانی، اینا هم با شکم سیر همه ریختن تو خیابون، نمیبینیم انقدر داره مال مفت میخواد به ما بده، بزن و برو. این اتفاقی بود که تو 57 افتاد. امیدوارم 100 سال دیگه بشینه تمام این مالای مفت رو بخوره. هر چی بخوره مال مفت که 36 داره دیگه میخوره حقشه، حقشه. و من امیدوارم، دعا میکنم، هر روز دعا میکنم که از اینم بیشتر بخوره. چرا؟ چون حقشه. کسی که اینقدر بینی آموز باشه،
که نمک رو بخوره نمکتون رو بشکونه، اصلا قدر شناسی در خلقش اینا نباشه، بیاد مملکتی با ثروت نفت، مثل طلا، گاز، همه اونو به این گندی بکشه. من همیشه این مثال رو زدم، اینه که شما یه گلستان گل روز رو بری دست یه اولاخ، بری برگردی سی روز بعد ببینی تبدیلش کرده به حلف علفزار. این کاریه که اون ملت با اون مملکت کرده. هرچی بلا سرش میاد هستشه، امیدوارم از اینم بدتر بشه. جزوجیگر آقای منصور، من البته سوال نکردم که چی شد، گفتم که این اتفاق در اونجا چگونه افتاد، چجوری شد که این به سمت اون رفت، با چه تهدیدی در حقیقت اون رو به سمت خودش کشون. حرفم این بود که با این تهدید که من میتوانم قدرت این رو دارم که کشورهای مسلمان اون منطقه آسیای مرکزی رو به حرکت علیه تو در بیارم، ولی این کار رو نمی کنم، به چنان که نکرده در چچن نمی کنه، در اینجا نمی کنه، این بر اساس همون پای مای است. من این هستم، این از این هم بگذر. اما ما امروز اینجا نشستیم و از اینجا با نگاهیم با تجربه امروزمون اون روز رو میخواییم حل کنیم. غلطه. این خواست اونه. به نظر من ما تو دام جمهوری اسلامی هستیم. ما واکنش نشون میدیم به کنش اون، در حالی که واقعیت این نیست. واقعیت ماجرای دیگریست. آ نه، این لکه که میبینی اینه در حقیقت. دوست من یه دوست محمود عزیز نوشته که سمت چسب تصویر قسمت پایین یه لکه دیده میشه، فکر میکنم لنز دوربین کاملا تمیز نشده. محمود از مونتریال کانادا. نه، این لکه که میبینی این آرم این یارو میکروفون هست، میفته توی صفحه. فکر کردم گوشه قرارش بدیم شاید بهتر باشه تصویر. بنابراین اون روسیایی، اون سفیدی است، اینجور به نظرت میاد. ممنونم از همه مهر و محبت، از اینکه تا این اندازه دقیقید و راهنما هستید و کمک میکنید. از شما ممنون و متشکرم. اما هرانا یاد نادرم بخیر، جمال حسینی، همه اونجور نیستن. آقا منصور، شما همه رو با یه چوب میخوای بزنی، اینجور نمیشه. شما همین به بچه های هرانا که نگاه میکنی و این چرا پسر یهو مرد، خیلی فشار روش بود، یک تنه و خیلی نامردی میدید. یاد گفتم بارا آدم ها از ایران که میان، مخصوصا کسانی که زندان بودن و با ماجرای هرانا آشنا هستن، سریع می آمدن سراغ این و این بهشون جا می داد، مکان می داد، غذا می داد، آسایش می داد، فلان می داد و اینا پر می کشیدن و می رفتن با امکانات بهتر، می آمدن به اروپا و آمریکا. بعد یه زنی نمی زد از این یاری تشکر بکنن که آقا ما رسیدیم، دمت گرم، خوب بود. من همه اونجور نیست آقا منصور که شما می بینید. یادش بخیر، روح شاد. چقدر زحمت میشید 24 ساعته، هر موقع زنگ میزدید خودش گوشی رو برمی داشت آماده بود. یاد گفتم که برای این خبرها هم چقدر کار میکرد و چقدر تلاش میکرد، با ایران تماس میگیره، با این تماس میگیره، با اون تماس میگیره، صحت و سقم قضیه رو پیدا میکرد. تا مطمئن نمیشد مطلبش رو منتشر نمیکرد. بعد اون یارو قائمی مامی اینا اومدن اینجا و عادی قائمی اخبار اینو میدوزیدن، میرفتن تو کمیته حقوق بشر میدادن 600 هزار دلار پول میگرفتن. بعد بهش میگفتش که خب حداقل اونایی که من گفتم، آماری که دادم اون آماره بوده. میگم نه، اینقدر لازم نداریم، همینقدر لازم داشتیم ورداشتیم، یعنی کم میکرد. میگه آقای من اینقدر آدم کشته شده، اینقدر آدم زندانی من نوشتم، خب تا همینو گزارش کن.
گفت نه اینا زیاده، ما انقدر لازم نداریم، ما معامله میکردم در حقیقت. تو یخه اینو بگیری، میری یخه مردم رو میگیری. مردم که آدرس ندارن، اینا که زندن جلوت آدرس دارن، یخشون رو رو بگی. چند نفرتون نامه نوشتید پیروز به دفتر کاخ الیزه در این کنفرانسی که در پاریس بود برای نجات جان اشرفی ها، برای نجات جان اونایی که تو لیبرتی هستن؟ چه کردی آخه؟ در هوای خوش کالیفرنیا نشستین، توی بهترین امکانات اروپا، فرانسه، آلمان، انگلیس، سوئد، اسکاندیناوی، چون همه جا داریم زندگی میکنیم، بهره میبریم، هیچ حرکتی نمیکنیم. هیچ. نه، از من مایه نخوا، بذار دیگران بگیر و ببند و بده دست من پهلوان. آقا تلفن خریدیم، تلفن درست شده، اگه میخوای زنگ بزنی زنگ بزن. ارژنگ داوودی زندانی سیاسی محکوم به اعدام طی نامه ای از زندان ضمن شرح مختصری از وضعیت خود از تصاحب غیرقانونی منزل پدریش توسط دستگاه اطلاعاتی و قضایی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری هارانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ارژنگ داوودی زندانی سیاسی محکوم به اعدام طی نامه ارسالی از زندان که نسخه ای از آن در اختیار هارانا قرار گرفته به شرح دوران بازداشت و شرایط حاضر خود پرداخته است. داوودی در قسمتی از نامه خود با اشاره به سختی های محتمل شده در دوره بازداشت خود عنوان می نماید: در سال 82 در بند 2 الف وابسته به سپاه پاسداران مستقر در زندان بدنام اوین در یکی از سلول‌های تنگ و تاریک انفرادی نگهداری می شود. پس از 109 روز انواع شکنجه‌های جسمی و روحی کارساز نیفتاده و در این رابطه 3 بار در حالت کما با نام‌های مستعاری چون محسن قربانی، خسرو آبادانی و محمد آشوری به بیمارستان بقیت الله در خیابان ملا صدرای تهران وابسته به سپاه اعزام شده. این زندانی در ادامه عنوان می کند: پس از 12 سال تحمل حبس، شکنجه طبیعی و با پرونده سازی های جدید بدون ارائه حتی یک اپسیلون مدرک، مستندات، شواهد یا قرائن فرضی، مرتکب صدور حکم اعدام شده و میخواهند مرا از میان بردارند. آقای داوودی ضمن بیان اعتقاد خود به مبارزه مسالمت‌آمیز به مصادره اموالش توسط دستگاه امنیتی و قضایی اشاره می کند و خبر از تصاحب غیرقانونی منزل پدری خود که به صورت امانت در اختیار ایشان بوده نیز می دهد. وی در این رابطه می گوید: در مورد من حتی به کفشای نیمدار و جوراب‌های مستعمل نیز رحم نکرده. نه تنها فرش، یخچال، کوله و در نهایت تنها خانه‌ای که محل کار و سکونتم بود را فروختند و بالا کشیدن که با سوء استفاده از اسناد اموال متعلق به دیگر اعضای خانواده بزرگ پدریم که به علت سکونتشان در آمریکا نزد من به امانت بودند، آنها را نیز به غارت بردند. لازم به یادآوری است ارژنگ داوودی زندانی سیاسی سالخورده که محکومیت 10 ساله اول خود را به پایان رسانده با پرونده سازی های نهادهای امنیتی طی تحمل دوران محکومیت در احکام دیگری به 20 سال و 8 ماه زندان و توسط شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج به اتهام عضویت و هواداری و فعالیت مؤثر در پیشبرد اهداف گروهک منافقین یا مجاهدین خلق در زندان به اعدام محکوم شده، که حتی در مورد این ماجرا بارها بحث شد که این آدم اصلا عضو مجاهدین نبوده و این یه اتهام براش میزنن. از اون طرف خبر میاد که شلاق و زندان برای 4 تا نماینده کارگران پتروشیمی رازی که رفته بودن و چی حرف بزنن، بعد مدیرم پس میگه من که نمیدونم، یه نیروهای یه جای دیگه اومدن گو خوردن اومدن. برای چی اومدن تو اداره شما؟ یه نیروهای دیگه، اگه تو مدیر اون مؤسسه هستی
اونا از یه نیروهایی که نمیدونی از کجا آمده، برای چی اومده بودن نمیدونی از کجا آمده بودن. باور کن، برید این یارو فیلم رو ببینید، این فیلم در پی نازی ها، نازی هانتر اسمش هست. اصلا تصویر خمینی رو تو میبینی، چطور اینقدر اینا با همدیگه همشکلن، چجور بسیجش مثل اینه، چجور زندانش مثل اینه، چجور اونش مثل اینه، چجور یشیه یکیه. دفعه شلیک ماموران مرزبانی به دو کوله برکور در منطقه زیگرکا در مرز ایران و ترکیه، یک نفر جان خود را از دست داد و دیگری به شدت مجروح شد. شب گذشته دوشنبه 24 شهریور ماموران مرزبانی زیگرکا در مرز ایران و ترکیه در شهر ارومیه دو کوله برکور را مورد هدف گلوله قرار دادند. در طی این شلیک یک کوله بر به نام ظاهر سربازی در دم کشته شد و کوله بر دیگر به نام مهدی به سختی به شدت مجروح شد. یک منبع محلی در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت در این منطقه از ابتدای سال جاری تا کنون 25 کوله بر مورد اصابت گلوله ماموران امنیتی قرار گرفته که از میان 9 نفر جان خود را از دست دادند. لازم به توضیح از کوله بران یا حمل کنندگان به کارگران مرزی گفته می شود که برای کسب درآمد زندگی خود مجبور به حمل اجناسی می شوند. کوله بران بیشتر در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه مشغول به کوله بری هستند. آنها از روی ناچاری و در قبال دستمزد ناچیز اقدام به حمل و ورود کالای خارجی از نقاط غیر رسمی گمرکی می کنند که می تونی مظهرش رو توی فیلم زمانی برای مستی اسبای بهمن قبادی ببینی. و علت اصلی که اینا رو میزنن نه به خاطر اینکه اینا میخوان خیلی مرزا رو کنترل کنن و خیلی نمیدونم در این زمینه ها فعالن، اصلا هم چیزی نیست. اینا صرفا از این باب این کار رو انجام میدن برای اینکه منافع اون یارو یکی دوتا از اینا هستن که حتی اون پدر این بچه هایی که اعدام میخواستن بکنن گوه آقا این بچه من داره اعدام میکنه، برای اینکه این خود این یارو فرمانده سپاه، خود همین گوبلز اینا، اون خودش زن کارش قاچاقه. بنابراین این میبینه که چی بهش میگه، conflict of interest، میگه این تقابل داره با منافع من، این منافع منو در حقیقت اینجا به خطر انداخته، بنابراین بهتره که من اینو برم بزنم نابودش بکنم. و آقای محمود ممنون از شما، سپاسگزارم از همه مهر و محبت شما نازنینان. اینو از صمیم قلب برات میگم، این که دقت میکنی، این که دنبال قضیه هستی، حواست به کاره، ازت ممنونم. دلسوزی دیگه، 4 سال بلا تکلیفی و انتظار یک زندانی برای حضور در دادگاه. آقا منصور، اینا هم جزو مو آدمان، اینا هم جزو اونایی هستن که به قول شما با وقع مخواسته برش مجانی بکنه. اینجور نیست که شما صحنه رو نگاه میکنی، چشما رو باید شوز جور دیگر باید دید. از من شروع میشه، از تو شروع میشه. من این حرف امروز هم نید، برای همه نوارهای من پیدا کن نگاه کن، هر اتفاقی من گم ما تقصیر منه، من کم کار کردم، این باورمه، باور منه. اگر جهان این شکل رو پیدا کرده تقصیر منه. ما در ایران در حقیقت مقصر همه این بازی هستیم. اصلا معنی داره؟ من میپرسم از آقای نقرکان، میگه آقا اینا 5000 تا آدم از دانشکده اینا هم فلان میره اونجا، دانشکده طب رضا درست کرد، دانشکده درست کرده و این مزخرفات اونجا درس. اجو نیست، من مثل شما نگاه نمی کنم، من به خودم نگاه میکنم، به قدرتم نگاه میکنم، به وضعیتم نگاه میکنم،
چجور عمل کردم، چیکار کردم، چه میکنم. چهار سال بلا تکلیف و انتظار یک زندانی برای حضور در دادگاه. یک زندانی در زندان مرکزی زاهدان بیش از 4 سال است که همچنان بلا تکلیف و به صورت بازداشت موقت در انتظار دادرسی به سر میبرد. آقا منصور نگاه کن اینا رو. محمود احمدی 29 ساله یا احتمالاً 39 ساله متأهل و دارای 2 فرزند در اواخر سال 88 توسط نیروهای امنیتی شهر زادان به تام آدم روبایی بازداشت شد و مدت 2 سال را در شرایط بد محیطی در بازداشتگاه موقت اداره اطلاعات آن شهر سپری کرد. وی در سال 1190 به بند 8 زندان مرکزی زادان منتقل شد و از آن زمان در این محل به سر می‌برد. آقای احمدی اکنون بیش از 4 سال است که در حالت بازداشت موقت و بلا تکلیف در انتظار رسیدگی به پرونده خود است. پرونده‌ای که همچنان در شعبه 6 بازرسی مفتوح و انتظار رسیدگی است، ولی وی در 28 خرداد ماه سال جاری نامه‌ای به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران نوشت و از او برای حداقل دادگاهی شدن، آقا می‌خوای اعدامم کنی، باید اعدامم کن، زندان قراره برم، برو زندانم کن، هر چی میگی بکن، به پایان وضعیت بلا تکلیفی خود استمداد داره. لازم به یاد آوریست قرار بازداشت موقت تنها به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهانی شدن یا تبانی با دیگری پس از تفهیم اتهام به وی صادر میشه. بازداشت موقت نمیتواند بدون محدودیت اعمال شود و لازم است محکمه در اسرع وقت در خصوص متهم به صدور حکم مبادرت نمایه. دیگه بدیهی‌ترین چیزیه که ممکنه وجود داشته باشه. اعدام یه متهم به قاچاق مواد مخدر در قم. اعدام فروشندگان مواد مخدر دوباره. 2 نفر. عدم اعزام عبدالفتاح سلطانی به بیمارستان به رغم وعده دادستانی. حالا این مرکه حسنک وزیر قاتل پسر قراره که بیاد به آمریکا. من بهت قول میدم قبل از اینکه این بیاد آمریکا حالا شروع میکنه یه سری در این داستانا برای تو قصه اومدن و قصه خوندن که بله ما آزاد میکنیم و یه سری زندانی آزاد میکنیم و اینا، و ما اصلا اینایی که شما میگید نیست و اینجوری نیست. و یه آدمای جانی، یه سری برادران جانی که یهوش دزدن، نه تنها دزدن، دوچار فساد اخلاقن، یعنی در هر زمینه‌ای که شما به اینا نگاه میکنی اینا دوچار فساد اخلاق، پروندهشون توش، همه چی توش هست. محمد جواد لاریجانی میگوید حجم وسیعی از دموکراسی در ایران وجود دارد. گزارش بانکیمون درباره ایران پوچ بوده و آزادی بر مبنای حقوق بشر اسلامی بیشتر از منشور حقوق بشر سازمان ملل است. یعنی وقتی به اینا میرسی حال تواب دست میده. اینا باسوادن ها، همون که رفته بود با اون براون، نیک براون حرف میزد، دوره مرده چی بود اسمش، ناطق نوری، حالا ناطق نوری شده قهرمان. رفته بود به انگلیسی میگفت اونو وردا بیا دنبال من. و این برای من خیلی جالبه که الان مثلا این دولت مرده روحانی هی میگه اون یاروها دوز بودن، انگار خودشون دوز نیست، انگار خودشون همشون اکبر ترکان آدم خیلی پاک و منزه، و اون یکی نعمتزاده که صاحب ثروت و مکنت عظیمه،
میگه اون احمدی‌نژادیا دوز بودن، یعنی ما دوز نیستیم، اونا فقط دوزدن. مناطق آزاد به حد خلوت ترکان تبدیل میشن. حالا این اکبر ترکان اومده و میگه که معاون احمدی نژاد بقایی دوز بوده، خودش خیلی آدم پاک و منزهیه ولی اون یکی دوز بوده. سروش جعفری می نویسه که عصر ایران در این خصوص نوشت نامه‌ای که امضای آن محفوظ است به عصر ایران است که حاوی نقدهای جدی در خصوص عملکرد شورای مناطق آزاد در ماه‌های نخست دولت یازدهم است. در بخشی از این نامه خطاب به اکبر ترکان مشاور عالی روحانی و دبیر شورای مناطق آزاد آمده است: عملکرد شما در همین مدت کوتاه در مسئولیت مناطق آزاد که در دولت سابق به دلیل رابطه سالاری به جای شایست سالاری و انواع و اقسام رادکاری ها به حق و حیات خلوت دولت سابق تشکیل شد، موجب شدن نگرانی در مورد تبدیل شدن مناطق آزاد در دولت اعتداد به حیات خلوت ترکان و دوستان نیز. این اکبر ترکان تو دوره جنگ تو ستاد رئیس ستاد معین خرمشهر، ستاد بهش میگفت ستاد معین خرمشهر، برای کمک به خرمشهر رئیسش کسی بود به نام آشترخانی که یه ثروتمندی بود، پدر در پدر اینا تو کار آرد و آسیاب و اینا بودن، کوچوار سفید میپوشید و کلاه شاپوی سفید اسیری به کلش میذاشت، خیلی تیپ مافیایی برای خودش درست میکرد. اکبر ترکان زیر دست اون دوتایی میلیون ها ثروت ایران رو به باد دادند و خوردند و هیچ وقت مبارکم نیاورد. پول میگردم مثلا در ستاد معین خرمشهر برم اونجا بسازم، گفتیم آقا اینجایی که رفتی ساختی پس کو چی نیستش که، گوه ما ساختیم دیگه، صدام زد خرابش کرد. گفتم خب اگه صدام زده خرابش کرده آجر و خاک سنگ و سیمان و اینا کو، پای زمین اصلا تکون نخورده، زمینه یه کلنگ هم بهش نخورده، صدام زده خراب کرده کو، خرابش کو. دارم میگم اونزی داره قل میزنه تو اون مملکت و این دیوار خراب میشه، دیوار کجه، این دیوار خراب میشه، ناغافل میریزه سر ملت. بفهم درود فعیشان سهراب عزیز. سهراب عزیزم در خدمتم آقای سهراب، بفهم قربونت برم. یه چند بار که دو بار حد دقل من شنیدم که نام این وزیر مثلا حسن روحانی مرتکه نادرست امنیتی مافیای جمهوری اسلامی رو حسنک وزیر گفتی. این حسنک وزیر یه شخصیت تاریخیه، شخصیتی که ازش بوی انسان می آمده و جریان کشته شدن که چجوری کشته شدن که تو تاریخ هست و سیرجانی هم یه چیزی در مورد این نوشته، درسته حسنک وزیر داره. آره درسته خوندم. این که تو نام این حسنک وزیری که بوی انسانیت ازش میومده طرف مردم بوده میذاری روی حسن روحانی، غلطه. این کار نابخردانه و ناجوان مردانه و ناانسانی است و ما ملت از تاریخ به دور چون نمیشناسیم ممکنه این چیزو تکرار کنیم، یعنی همه به این بگن حسنک وزیر و آن شخصیت انسانی تاریخی ما به لجن کشیده بشه. درسته. مثلا اینو یادآوری کنم. ممنونم ازت. سپاسگزارم برد. متشکرم از مهر و محبت. قربان تو تصدق سپاسگزارم. نرسی. درسته. حق به جانب شماست. من قصدم به اون نبود ولی کاملا فرمایش درسته، به جان میخرم. بذار آقای
انصاری نیستش، وقتش بدوزی. آقای مصباح یزدی میگه مبارزه با شاه حرام است، میخوام کار علمی کنم. رفسنجانی در دیدار با بیت شهید آیت الله قدوسی از قهر 10 ساله رهبر معظم انقلاب با یکی از آقایان گفت که مبارزه با شاه را حرام میدانه. رفسنجانی در دیدار با خانواده قدوسی از قهر 10 ساله رهبر معظم انقلاب با یکی از آقایان گفت که مبارزه با شاه را حرام میدانه. به گزارش انتخاب رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ابتدا در واکنش به سخنان حاضران در این دیدار گفت با خاطرات که از شهید قدوسی تعریف کردید ما را به فضای دوست داشتنی تاریخ بردید، فضایی که با همت بزرگانی نظیر قدوسی چراغ آن در آن دوران مبارزه روشن. هاشمی در ادامه به بیان خاطری از همراهی با حضرت آیت الله خامنه‌ای برای مجاب کردن یکی از آقایان برای مبارزه با رژیم شاه در سال 48 بعد آقا که میگو من دیگر مبارزه نمی کنم، مبارزه حرام است، میخواهم کار علمی فرنگی کنم. دو نفری به اتفاق حضرت آیت الله خامنه‌ای صبحانه رفتیم منزل آقای قدوسی. این آقا هم اونجا بود، نشستیم تا زور با او بحث کردیم تا قانعش کنیم برای ادامه مبارزه. آخرش هم گفت من این مبارزه را حرام میدانم. به جامعه مدرسین هم گفتن مبارزه با شاه حرام است. حضرت آیت الله خامنه ای از او پرسیدن دلیلت چیه؟ اون آقا در جواب گفت مبارزه ای که مجاهدین و چپیا در آن باشن حرام است. خامنه ای هم به تلخی به او گفته بود اگر اهل مبارزه نیستی خب مبارزه نکن، ولی لااقل مبارزه را با این حرفا خراب نکن. رفسنجانی اضافه کرد از کم فروشی این آقا کار به جای رسید که رهبری 10 سال با او قهر بودن و از سال 48 تا 57 با این آقا یک کلمه هم حرف نزد. خب من چیکار کنم الان؟ تکلیف من چیه این وسط؟ شما دزد جنایتکاری، شما همه تون مثل هم دیگه هستی، هیچ تفاوتی بین این تو و اون یکی دیگه نیست. و این تبلیغات شومی رو که راه انداختن رسانه‌هایی که بر تبل رفسنجانی میکوبن، باید اینا رو بفهمی. من نمیتونم هر روز اینجا بشینم راجبه نمیدونم اون کی چی گفت تو برنامه، چی گفت اینا حرف بزنم. زشت. ولی میکنم، مرتب بر این تبله میکوبم که آقای رفسنجانی اینطوره، آقای رفسنجانی اونجوره، آقای رفسنجانی اینجوریه، رفسنجانی اونجوریه. وقایع اموال مناطق آزاد رو به قیمت بسیار نازلی به مدت طولانی به خود اجاره داد. خودروها، اموال و ساختمان‌ها همچنان در دست مسئولان دولت سابق. دبیر شورای عالی مناطق آزاد یعنی اکبر ترکان، دزده. دزده، قاتل، جنایتکار، کثیف، بی اخلاق، زشت، پلید. با گلایه از عدم تحویل اموال دولتی از سوی برخی مسئولان دولت نهان به بیان ماجرا پرداخت افسود. مسئول سابق دبیرخانه مناطق آزاد در زبان مسئولیت خود جای را به نام خانه ایرانیان خارج از کشور به صورت خصوصی در وزارت کشور به ثبت رساند. مشاور ارشد رئیس جمهور با اشاره به اقدام غیرقانونی مسئول سابق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد یعنی بقایی در زمان مسئولیت خود اموال مناطق آزاد را به قیمت بسیار نازلی به مدت طولانی به خود اجاره داد، به طوری که هم به عنوان موجر و هم مستأجر نقش ایفا میکرد و خانه خود را به خودش اجاره داد. اینا چقدر فاسدن، اینا چقدر دزدن. آقای
دکتر محمدرضای روحانی که ما چندین گفتگو با ایشون داشتیم، انسان دلسوخته است و واقعا به راستی جز میهن دوستان است و میهن یاره. در ارتباط با مطلب مسعود نقره‌کار یه چیزی نوشته تحت عنوان آسدعلی ذهب الدوله بالبوله، ابن حمار و بول. مقاله ارزشمند و آموزنده دکتر مسعود نقره‌کار تحت عنوان حبس البول را خواندم. نویسنده در این نوشته با شرح مختصر شیوه غربی و غیر اسلامی معالجه و جراحی ولایت مطلقه هم امام امت فقیه عالی قدر حضرت آیت الله عظما سدعلی خامنه‌ای رهبر مسلمانان جهان به معرفی احکام طب اسلامی برای درمان بیماری مقام معظم رهبری پرداختند. خواندن این مقاله برای نقش بور را در تعیین سرنوشت اولاد معاویه تداعی کرد. اخبار گوناگون شیعیان حکایت دارد که مروان ابن حکم ملقب به ابن حمار آخرین خلیفه از سلسله بنی امیه جنگجوی بی‌رحم و مروت بود. بیشتر ایام خلافت خود را به جنگ در امپراتوری پهناورش که تقریبا 8 برابر مساحت ایران امروز را داشت گذراند. در ارمنستان، آذربایجان، عراق، اردن، شامات یعنی سوریه و فلسطین و لبنان و اینا به مصاف مدعیان رفت. بالاخره در موصل و جنگ زاب با ابو مسلم خراسانی جنگید. استاد عبدالحسین زرینکوب می نویسد در این جنگ 100,000 شمشیر زن در رکاب مروان بودند. با این همه در دفاع از جان و ملک و ملک کوششی نمی کرد. پیداست با چنین سپاهی از مروان چه کاری برمی آمد. شکست خورد و به مصر هزیمت کرد. در آن سرزمین در جنگ دیگری اسیر و کشته شد. اخبار شیعیان ایرانی رؤایای محکوم اولاد معاویه و یزید درباره مرگ این حاکم عرب سنی و تمدن تاریخی و خونی می نویسند که او در آخرین نبرد برای قضای حاجت از خرش پیاده شد. او که از خر شیطان پایین آمد خر بی سوار خلیفه خریت کرد و در میدان جنگ برافت. اساکر خلیفه مسلمین مرکب رهبر مطلقه خود را در معرکه بی سوار دیدند و شناختند. آنان که در آرزوی رهایی از شر مشقات جنگ و بی خانمانی بودند به تصور آن که ملک در جنگ کشته شد فرار را برقرار ترجیح داده و گریختند. خلیفه مروان این حکم به اسارت دشمنان در آمد، سرش را از تنش جدا کردند، به عنوان هدیه برای صفا اولین خلیفه عباسی فرستادند. شاید شأن نزول لقب او ابن حمار ناشی از حضور خر بی صاحب او در میدان جنگ باشد. معمولا این قبیل تاریخ پردازی های تخفیف آمیز و تحقیرآلود بی سبب نیست. در جنگ فرقه‌ای بین خونخواهان امام حسین و اولاد معاویه و یزید حلوا پخش نمی کنند. این قبیل خبرها را باید با ذکر احتیاط نقل کرد. در این حال وقتی استاد زرینکوب می نویسد که 100,000 سپاهی مروان ابن حمار در دفاع از جان و ملک و ملک کوشش نمی کردن در دفاع از جان و ملک کوشش نمی کردن می توان به سستی دستگاه سرکوبی خلیفه مسلمین پی بود. حکایت ابن بول بی محل و بی موقع در میدان سرنویساز جنگ که موجب واژگونی بساط ظالمانه بساط بنی امیه را فراهم آورد عبرت انگیز است. عرب در اشاره به آن جمله‌ای دارند کوتاه گویا، ذهب الدوله بلبوله. دولت او با بولی از دست رفت و این از سرنوشت ابن حمار. درسی از چند تنش. لوموند دیپلماتیک بیلان جهان نشریه‌ای است سالانه که در ژانویه هر سال
اوضاع کشورهای مختلف جهان را در سال قبل گزارش می‌دهد. در این مجموعه نظرات کارشناسان راجع به وضع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها منعکس می‌شود. مطالب مربوط به هر کشور بسیار خلاصه است. این مقالات تصویر کلی از شرایط موجود و ششمندازهای آینده می‌دهد. نشریه مذکور در شماره ویژه سال 2011 درباره مصر به بالا رفتن تولید ناخالص ملی آن کشور در سال قبل به میزان 5.3% خبر می دهد. تصریح می کند که وضع اقتصادی کشور نسبتاً خوب است و توانسته از بحران اقتصادی جهانی در سال 2008 و 2009 سر به سلامت بدربرد. با این تأکید که از سال 2004 تا 2009 سالانه بین 7-8% به تولید ملی اضافه شده. در همان نشریه درباره اقتصاد تونس می‌خوانیم: در این حال در اوضاع 40% مردم که زیر خط فقر هستند تغییرات محسوسی دیده نمی‌شود. در همان نشریه درباره اقتصاد تونس می‌خوانیم که با وجود وضع بد برداشت کشاورزان در آن سال، رشد اقتصادی 6% است و به خوشبینی صندوق بین‌المللی پول درباره پایین آمدن نرخ بیکاری اشاره می‌کند. باز در همان منبع آمده که لیبی ثروتمند است و مالک 41.5 میلیارد برل نفت اکتشاف شده و 105 میلیارد دلار ذخیره ارزی با 6.5 میلیون جمعیت. لوموند دیپلماتیک در همان شماره درباره سوریه به رفرم‌های مهم بشار اسد اشاره می‌کند، با این تأکید که تولید ناخالص ملی ظرف 5 سال بیش از 2 برابر شده. هنوز چاپ این مطلب به پایان نرسیده بود که جوانی از شهر سید بوزی در تونس به نشانه اعتراض به شرایط خودسوزی کرد. 17 دسامبر 2008 مردم به خیابان‌ها ریختند و کمتر از 1 ماه بعد رژیم زین العابدین بن علی سقوط کرد. این تنش با شتاب به مصر سرایت با حرکت یک پارچه و گسترده مردم 2 ماه بعد مبارک از کار برکنار شد. با کنارگیری مبارک در اواسط فوریه بنغازی در لیبی شاهد انفجار خشم توده‌ها شد. جنگ داخلی درگره و 8 ماه بعد روز 20 اکتبر 2011 قذافی به قتل رسید و رژیم او بعد از 42 سال پایان یافت. نیمه مارس 2011 سوریه میدان نبرد مردم و خاندان اسد شد که با ده ها هزار کشته و میلیون ها آواره و ویرانی های عظیم هنوز جنگ با جنبش گسترده بیشکل و بدون برنامه ادامه دارد. مشکل بزرگ در تمام این کشورها قدرت ارتجاع مذهبی و ضعف و پراکندگی نیروهای سکولار است. جنگ بین نیروهای اسد با سکولارهای دشمن رژیم و با اسلامیست های گوناگون مثل داعش و النصره و زد و خورد بین سکولارها و ارتجاعیون شرایط را در سوریه بسیار پیچیده کرده است. داعش یعنی دولت اسلامی عراق و شام با اعلام خلافت ابراهیم عواد بری از سامری با عنوان امیرالمؤمنین ابوبکر بغدادی مرزهای بین المللی عملا نفی شده و بخشی از کشور عراق و سوریه به میدان آدمکشی های اسلامیست ها تبدیل شده. البته بنا به اعلام مقام‌های کشورهای اروپایی و آمریکایی بین 10-30 هزار داوطلب از اتباع آنان تاکنون به خلافت اسلامی ابوبکر بغدادی بیعت کرده و در جبهه‌های جنگ هستند. بین الملل ارتجاع عملاً همه دستاوردهای ملل متمدن را به مصاف می‌طلبد. این جنبش‌های گسترده، پراکنده، داوطلبانه و بدون تمرکز سازمانی محسوس هستند. این خصائص آسیب پذیری آنها را کم و نیروهای سرکوبی و دولت‌ها را ناکارآمد می‌کند. به این خصائص باید عنصر متحد کننده کلی یعنی شعارهای واحد را افزود. سقوط ملموس اقتدار و روحیه نیروهای مسلح دولتی موجبات تشجیع مردم و ارتقاء شعارهای آنها می‌شود و درخواست نان، کار و آزادی به سرعت تغییر ماهیت میدهد. عدم امکان سرکوبی سریع گرد همایی های اعتراضی موجب ارتقاء درخواست ها میشود. به این ترتیب است که با شتابی حیرت انگیز از شعب رید اسقاط و نظام
مردم خواستار واژگونی نظام هستند و اینها را روی پرچم ها میخوانیم. این وجود در جنبش اعتراضی سال 88 ایرانی ها هم اینجا و آنجا به چشم رأی من کو بعد از مدت کوتاهی تبدیل به مرگ ولایت فقیه شد. شعار مرگ بر خامنه ای جای یا حسین میر حسین را به خود اختصاص داد. هرچند امروز عناصر مختلف دخالت های بین المللی بر سرعت یا کندی جریان این جنبش ها مؤثر است و میتواند با تقویت اختلافات فرقه ای آنها را به جنگ های ارتجاعی سمت و سو دهد، اما هرگز ماهیت دعوا که علیه دولت های سرکوبگر است را تغییر نخواهد داد. تضاد بین ستمگر و ستمکش آشتی ناپذیر است. حمایت جمهوری اسلامی و پوتین های روسی اگر نبود، شر رژیم بشار اسد همانند زین العابدین بن علی، حسنی مبارک و معمر قذافی تا کنون از سر مردم کنده می شود. اسناد موجود نشان می دهد که هیچ دیپلمات، روزنامه نگار و جامعه شناسی در دنیا تحلیل و پیشبینی سقوط این دیکتاتورها را نداشت. برعکس همه به بقای وضع موجود امیدوار بود. تحلیل های سیاسی ناگزیر به عناصر مشخصی که دیده می شود مبتنی است. در دیکتاتوری ها حضور مردم ملموس نیست، بنابراین در تحلیل ها جایی برای آرزوهای آنان وجود ندارد. این مقدمات بدان آوردم که قدرت های بی ریشه تضمینی برای ادامه حیات ندارند و ذهب الدوله بلبوله امروز هم برای ولی فقیه صادق است و باید برای آینده فکری کرد تا از بار تولید استبداد و ارتجاع مذهبی پیشگیری شود. با تند است و چراغ ابتری رو بگردانم چراغ دیگری. یکی از این چراغ ها شناختن حق دفاع است برای همه. من در این میان بیش از همه نگران تضمین حق دفاع آسدعلی هستم. حسر رحمت. در حالی که بر اساس آمار موجود بیش از 80% مردم زیر خط فقر هستند و فساد و رشوه و ارتشا روز به روز بیشتر و بیشتر می شود، غارتگران عمامدار هستی و حیثیت و آزادی مردم به ویژه زنان، دستمزد بگیران، بیکاران، دانشجویان، بازنشستگان و و و را مستمرن مورد تجاوز قرار می ده. دستگاه سرکوبی دچار وحشت است. حضور فرمانده سپاه در جمع مسئولان سپاه صاحب الامر دشمن را نشان می‌دهد و اعلام می‌کند خطر فتنه 88 از 8 سال جنگ بیشتر بود. 5 خرداد برای پشتگرمی نماینده جامعت المصطفی در چین به خبرگزاری آقا مژده می‌دهد که همه شیعیان مقلد خامنه‌ای هستند. 9 شهریور سردار سرلشکر صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا خیال همه جهان اسلام را راحت می کند. او در مراسم پاسداشت رجایی و بانه سخن گفت که ما همکنون یک رهبر قدرتمند، حکیم، دوراندیش، مهربان و دارای نفوذ سیاسی در عراق، سوریه، فلسطین و جهان اسلام داریم که فرمانده دفاع از بلاد اسلام است. 9 شهریور عربستان سعودی شرط روابط با ولی فقیه را روشن کرده و به فرمانده دفاع از بلاد اسلام پیام داده بود که فضولی موقوف. دکتر عبدالعلی عبدالله نماینده پادشاهی سعودی در ملل متحد میگوید ما هنگامی به ایران خوش آمد میگوییم که در امور داخلی کشورهای عربی دخالت نکنه. قبلا نماینده مقام معظم رهبری در دیدار با طلاب و مردم در دسفول زرادخانه رهبر را لو داد و به خاویر سولونا گفتند که زرادخانه ما حوزه علمیه قوم است، نه طنز و فردو نیست. 25 خرداد یعنی قوم را حفظ میکنیم و در تأسیسات اتمی را گل میگیریم. پاسخ روحانی، ظریف، رفسنجانی، خاتمی و ورا سردار سعید قاسمی از فرماندهان جنگ به صراحت میدهد که اگر سخنان رهبری مبنی بر خوشبین نبودن به مذاکرات هسته‌ای درست از آب در نیاید باید با ولی فقیه خداحافظی کرد. 24 تیر یعنی ما سرتان را میزنیم. البته قبلا روز 25 اردیبهشت دوره نجف آبادی عضو یا رئیسه مجلس خبرگان رهبری و نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در همایش فرهنگ عزم ملی و مدیریت جهاد در شیراز
تکلیف کار را در شیراز روشن کردند. خدا رهبری را حفظ کند، اما به هر حال برای بعد از ایشان باید به فکر باشد. اما جنتی دبیر شورای نگهبان و فدایی ویژه رهبر، امام جمعه تهران در گرد همایی ائمه جماعت 16 استان کشور رقبا را لو می دهد و اخیراً مسئولین یکی از استانها اعلام کرده بود به زودی و با حاصل شدن توافق هسته‌ای مجلس را در دست می‌گیریم و آن زمان نوبت حصر رهبری و آزادی سران فتنه یعنی موسوی و کروبی. سایت دیگربان 19 شهریور. تعارض رهبر با بستری شدن خامنه‌ای، دکان آمد و رفت مقام معظم رهبری سخت رونق گرفت، در حالی که پسر رفسنجانی به امر خامنه‌ای اسیر دست صادق لاریجانی است. رفسنجانی به عیادت عمود خیمه نظام می رود و اعلام می کند آقا شما عشق ما هستید، از مراجع 15 گانه قوم آیات و ازدام فقط جوادی آملی، علوی گرگانی و نوری همدانی برای احوال پرسی به بیمارستان رفتن. حضور فوتبالیستا، شعرهای ولایتی، گویندگان تلویزیون و وزنبرداران و فیلمسازان کنار تخت معظم الله یک مانور تمام خلقی بود. میگویند آقا تمارز میکنند، قبلا به قصد کنار کشیدن آقا مشتبه را به درس خارج فرستاده تا حالا آماده احراز پست قائم مقامی رهبری شود. به این ترتیب جام زهر هسته‌ای بدون حضور رهبر بالا کشیده خواهد شد و سران فتنه با عفو عمومی به صحنه باز میگردند. آمریکا و اروپا راضی میشود و صدها میلیارد دلار توقیف شده به خزانه خامنه‌ای سرازیر میشود و بزرگ نمیر، بهار میاد، خربوزه با خیار میاد. میگوین رفسنجانی دستش در پرونده پسر از زیر ساتور خامنه‌ای است. با خاتمی، روحانی و نوچه‌هایشان در اصل ماجرا 100% موافقت دارند. متأ علاقه دارند به دوران طلایی امام بازگردند و آقا سیدحسن خمینی را به عنوان قائم مقام رهبری توصیه میکنند. و سپاه در این میان در لیست تروریستی آمریکا گرفتار است. فرماندهان سپاه نه راه پس دارند نه راه پیش. هر یکی به طرفی میکشن. نگارنده فکر میکنه در این قبیل موارد یک کارگردانی قوی داخلی لازم است تا تشتت فعلی حمایت خارجی و سناریوهای وارداتی به کار نمی آید. این زور است که راه جانشینی را باز میکنه. آقا چه شود؟ هر سناریویی را در نظر بگیریم راهش با عبور از آقا باز میشود. من آرزومندم از آقا عبور نکنه. همینجا باید تاکید کنم که من با این اصطلاح سخت مخالفم که آرزو عیب است اما بر جوانان عیب نیست. اما وقت پیرمردان و کهنسالان باید ناامیدی را هم به بیماری های ایام کهولت بیفزایند و از بام تا شام عنق باشند و غر بزنند. بنابراین امید برای همه لازم است. من امیدوارم سید علی برای حفظ جان خود و زن و فرزندان و نوه ها از خشم توده ها عقل بخرجد. به توصیه نیمه اسفند ماه سال گذشته من که با خیرخواهی از او خواسته بودم آسد علی مواظب سلامتی خودت باش توجه کند، یادش باشد که روز 24 اسفند و پیرو نامه قبلی نوشتم که به سراغ دلیرانشون دکتر ملکی و مهندس امیر انتظام بروید، بخواهید شفاعت کنند تا دکتر تابنده قاضی پاک دامن وکیل شرافتمند در حریم حرمت خود شما را در حریم حرمت خود شما را پناه دهند. زنده ماندن شما برای پاسخگویی در برابر یک دادگاه عادلانه برای روشن شدن علل سیاه‌روزی امروز ایرانیان، تخفیف تنش‌های گسترده در کشورهای مسلمان نشین، توقف تروریسم بین‌الملل، برقراری صلح و آرامش در خاورمیانه و حفظ صلح جهانی مؤثر است. و هنوز کودتا یا شورش و قیامی نشده است. شتاب کنید، جان خود و زن و فرزندان و عروس ها و دامات ها و بچه های آنان را از خشم کور توده ها و دست کودتاچیان نجات دهید. آنها تخم ترکه شما را از ریشه در می آورد. از سرنوشت اولاد معاویه مروان ابن حکم ملقب به ابن حمار درس بگیرید تا باز هم نگوین ذهب و دوله بلبوله از ما گفتن و از شما نشنیدن. و این مطلب امروز است از آقای محمد رضای روحانی. با سپاس و مهر فراوان از همه شما خوبان و نازنینان که همراه ما بودید و ما را
حمایت میکنید نهایت سپاس دارم. اگر این برنامه مورد لطف و توجه شما هست، اسالات کنید از طریق فیسبوک و تویتر و گوگل پلاس برای سایرین هم بفرستید. اگر اکانتی در بالاترین دارین، لینک ها رو در بالاترین هم قرار بده که شاید دیگران هم ببینن. و آخرین مطلب این استش که به فن پیج ما مراجعه کنید، به فیسبوک ما مراجعه کنید، عضو فن پیج ما بشید. ما از ژانویه تا حالا درخواست کردیم، اونجا 400 هم چند تا بودیم، الان 800 چند تا، یعنی از ژانویه تا حالا ما 400 نفر آدمو تونستیم توجهشون رو به این داستان جلب کنیم، در حالی که من میدونم که حجم بیننده بیش از این حرفاست. این رقم‌ها دروغ نمیگن، آمار و ارقام دروغ نمیگوین و آمار نشان میدهد. وقتی که نشون میده که ما در همین شنیدن از طریق رادیو چقدر بیننده جذب کرده، خب این خیلی مهمه برای ما که آدم ها مثلا 127 دقیقه دو ساعت و 7 دقیقه نیسته رادیوشون روشن کرده میان تیوی گوش داده، این خیلی نشون از خیلی مسائل داره. ممنون و متشکرم، در انتظار کمک مالی هستم. باز هم ازت خواهش میکنم که این کتاب شاهنامه فردوسی، کتاب مقدس ایرانیان رو یادت نره. اگه خود دل خوندن نیستی آقا منصور، بخر هدیه بده به دوستانه. ممنونم از شما. اجازه بده بریم، فرصت چندانی نداریم، بریم سراغ آقای انصاری از برنامه گذشته شکر پیدا کنیم و پخش کنیم و بعدم پای صحبت پیرگدای خراسانی بنشینیم. فردا هم گفتگو میکنیم با آقای دکتر بهرام آبار و روز جمعه هم که از پیش گفتیم با آقای نوریالا هستیم تا روز پنجشنبه ببینیم که چه اتفاقی میفته. فردا البته آقای امینی خوشحالیم که سلامت برگشته، برنامه‌شو داره و بعد ما به سراغ آقای دکتر آبار خواهیم رفت. بازم از شما سپاسگزارم، مرسی.